سلام علیکم. علیکم سلام. چه اینجا نشستی؟ منتظر شما بودم. منتظر من؟ چی میخوای؟ هیچی، میخواستم ببینم امشب ما یه کمکی میکنی. کمک؟ خجالت نمیکشی گردن کلوف با این دکابوزت گدایی میکنی؟ گدایی؟ بله. بابا ما گدا نیستیم. ده؟ بچی هستی؟ چی؟ بچه ها اومدن رو خط. اشتباهی اومده. تو پلیسی؟ بله. بچه ادا در میاری؟ چه ادایی در آوردن؟ گفتم اگه میتونی امشب کمک به ما بکن، به چند تا از سواله ما جواب بده و قال قضیه رو بکنم ببینیم کپه مرگمونو بذاریم. کمک میکنی؟ بفرمایی. بروی بفرم. برو. حرف نزن برو. یا کجا ببری آخر ببینم. سلام علیکم. سلام. خودشه؟ آره خود ناکسشه. بچه جون آدم که با بزرگتری اینجوری حرف نمیزنه، ادبم خوب چیزیه. حالا تو هم واسه ما معلم شدی اصغر کوبک، یادت چی کار میکردی یا چی میگفتی؟ حتما این هم از ادبت بود که این همه میزدیدی تو سرم. من پسر جون؟ آره. کی؟ امروز. کجا؟ تو خونه ما. من خونه شما بودم؟ آره. دعوت داشتم؟ نه خیر، به زور اومدی. این بچه کدوم یکی تونه؟ بمیرم الهی، خدا شفا بده. دکتر بردینش؟ دیوونه خودتی پدر سوخته. این هم اذیت آزارش کردی بس نبود؟ دیوونش هم کردی؟ بچه شماست؟ بله. معلومه، خدا هر دوتون رو شفا بده. دیوونم یا تو؟ وحشی هم هستن آقا. بز ما بریم، بز ما بریم. خب ساکت بیا بالا ببینم. اختیار داری جام سربان؟ مگه جونم سیر شدم که بام بزنم توی این ماشین؟ بز ما بریم بابا، بز ما بریم آقا جونه. بشه یکی بابا بگه اینجا چه خبره؟ چه این جام سربان با این خیافه در خونه ما قلا میکنه؟ بعد ما رو برمیداره میاره اینجا، بعد این بچه و ننش اینجوری هردود میکشن طرف ما، لنترانی بارمون میکنن. خانم میشه شما بگی اینجا چه خبره؟ خوب حواستو جمع کن ببین بهت چی میگم. تو این بچه رو میشناسی؟ همین آقا بسر؟ بله. خب کجا دیدیش؟ همین الان. مشاله مشاله چه مایه‌ای هم داره. دروغ میگه آقا. خدا لعنتت کنه. ببینم مگه اسم تو اصغر کوپک نیست؟ این اسم دشمنا رو ما گذاشتن. اسم ما اصغر آقا بالاست. اصغر آقا بالا؟ بله میدونی، لقب زینه. دشمنه دیگه، اسم میذاره. پس میگی این بچه رو تو قبلا نه دیدی و نه میشناسیش؟ بله. بله چی؟ بله یعنی اینکه نه خیر، این نه دیدیم نه میشناسیم. خب پس این بچه از کجا میدونسته اسم تو اصغر کوپکه؟ اصغر کوپک؟ خیلی اسم رو میدونن. خب ما آدم سرشناسی هستیم. که اینطور؟ بله من خیلی رو نمیشناسم ولی اونا منو میشناسن. حتی بچه ها شهرت دیگه، کاریش نمیشه کرد. این بچه تو عکس تو رو دید شناخت؟ جدی؟ پس باید به خودم امیدوار باشم. بچه جون تو من از کجا میشناسی؟ گوش کن، با ما از این ادا در نیار و الان میبرمت پایین، دوتا پس سرت میزنم که صدای سگ بدی ها. پس بهتره یه جوری بزنه که از جام بلند نشم، چون اگه بلند شم یه راست میرم پزشک قانونی طول درمان میگیرم و صبح اول وقت جلوتون سبزشم و میکشمتون به دادسرا. اگه پروندمو خوندین لابد میدونین که راه و چاره خوب بلدم. خیلی خوب، برو. بله؟ بفرمایین پایین. ولش کن، بذار بره. قربون هر چی زنه چیست، فهمه. پس چی شد؟ من تازه میخواستم راجع به قتل‌ها صحبت بکنم. ممکن بود خودشو ببازه آخه، ممکن بود به حرفش بیاری. چرا همچی کردی خانم؟ تو که همه چی رو خراب کردی.
آخه نمیتونستین ازش حرف بکشین. نه جا خورده بود نه ترسیده بود. حساب همه چی از قبل کرده بود. میدونست جز حرفای این بچه هیچ شاهد دیگه ای نداری. هرچی میگفتیم چرت و پرت جوابمونو میداد، اطلاعاتمونم سوخت میشد. باید یه فکر دیگه ای بکنیم. چه فکری؟ چیزی دستمون نیست. من یه شاهد دیگه هم دارم. من یه چیزی رو به هیچ کدومتون نگفتم، یعنی به مادرم هم نگفتم، ولی حالا مجبورم بگم. کبرا از اول با من بوده، هم تو پار هم امروز تو خونمون. اصغرم خوب میشناسه، میتونه شهادت بده. کبرا از اول با تو بوده؟ آره. پس چرا تا حالا حرفی نزدی؟ چون نمیخواستم پایمون بیاد وسط. اگه باباش میفهمید بد جوری میزدش. از ما که پتر نمیزنه. خانم شلوغش نکن. کبرا دیگه کیه؟ دختر همسایه‌مون. شما دیدینش؟ همون دختره. آره آره، همچی یه خوردم عقب افتاده است. یکی درست. علی برو دوباره یارو رو بیار. آره برید بگیریدش. بایستم چی شده؟ برگرد. برای چی؟ یه شاهد تازه پیدا شده. شاهد تازه؟ تو همین یه دقیقه؟ زهرما علی بیارش تو. اینجا چه خبره؟ بازار شامه؟ نه خیر، یه آدم از خدا بی خبر اینجا رو به این روز در آورده. خدا لعنتش کنه. بیش بار دیگه چرا سرون چه آدم هایی پیدا میشن؟ آخه مرد ناحسابی، خدا رو خوش میاد. چرا خونه زندگیمو به این روز در آوردی؟ چرا بچه همو اینقدر کتک زدی؟ تو هم سوزنت گیر کرده آبجی ها، یه بند همین رو تکرار میکنی. شاهد حاضره، بیایم. نه یه دقیقه همجا بایستی. ببینم اگه یه شاهد دیگه تو رو دیده باشه و بشناسه و تایید بکنه اون وقت چی میگی؟ یه شاهد دیگه غیر از این بچه؟ آره غیر از این بچه. دیده باشه که چی؟ که خودم رو کشتم؟ که اومدی تو این خونه، که همه جا رو با هم ریختی، که این بچه رو کتک زدی، که میخواستی خودتو بکشی. امکان نداره. امکان نداره چی؟ امکان نداره که همچین شاهد دومی پیدا بشه. از کجا میدونی؟ واسه اینکه این بچه اول ما خلقلاش بد جوری اب کرده. همچین اب کرده که نمیدونه چی دیده، چی ندیده، کی مرده، کی زنده، کی خودشو کشته. خلاصه همچین قاطی کرده که فکر نمیکنم تو هیچ تیمارستانی دومیش پیدا بشه. چرا حرف مفت میزنی؟ بچه ای تو میگه من خودمو کشتم حرف مفت نیست آبجی؟ لا اله الا الله. بریم. کجا؟ چیه دختر کوچولو؟ تو دیگه چته؟ بچه از شما ترسیده، بچه پلیس میترسه، یعنی خیلی ها میترسن. به جمعون عزیزه تا من خودم امشب که شما رو در خونم رو دادم نزدیک به ذره درک بشم. گوش کن عزیزم، خوب فکر کن، ببین این آقا رو قبلا کجا دیدی؟ عیسی بگو، عیب نداره، همه چی رو فهمیدن، خودم گفتم، یعنی مجبور شدم. این همونه که خودشو کشت. نمیدونم چجوری زنده شد. دیدین گفتم؟ باریکالله باریکالله، چه دختری، واه نخوره به جونت، ماشالله، خدا به ننت ببخشتت.
خودتو مسخره کن آقا. بله چشم، حق با شماست. حقیقتا که روزگار مسخره شده جلال خالق، چه حرفا که امشب ما نشنفتیم. خانم کوچولو، میشه بگی بعد از اون شب که خودشو کشت تو بازم این آقا رو دیدی؟ آره دیدم، امروز اومده بود اینجا، میخواست ایستا رو خفه کنه. خب بعدش چی شد؟ بعدش من یهو با صندلی زدم تو سرش، آخه داشت ایستا رو خفه میکرد. وا این حرفا چیه تو میزنی؟ راست میگم. این هم دومی شاهد. حالا چی میگی؟ شاهد؟ شما به این میگی شاهد؟ یکی همچی چرت و پرت میگه که مادر خودش هم از تعجب شاد درآورده. ده چرا میخندی؟ چیکار کنم؟ خودم نخندم دلم میخنده. اول میگین امروز اومدی زدی این خونه رو در به داغون کردی، بعد میگین این بچه رو کتک زدی، بعد میگین خودتو کشتی، حالا میرین این دختر خانومو میاری که خدا شفاش بده. اگه این یکی از قیافش چیزی معلوم نیست، این سفرسخی داد میزنه که کیه و چیه و چشه، بعد میگین اینم شاهد تازه. آخه جناب سرگور، جناب سروان، یکی به ما بگه چه خبر شده که هرچی خلوچه گیر داده به ما؟ حرف دهن تو بفهم. چشم میفهمم، اگه حرف رو شما رو تایید کنم خوبه، اگه بگم که من همونم که دیروز مردم و امروز زنده شدم و قوادم زدم این خونه رو در به داغون کردم و فردا قراره ست دستتی رو بدوزم، خوشتون میاد؟ آخه آدم های عاقل، اگه من دیروز مردم چجوری امروز مثل شاخشه میشد اینجا وایسادم؟ معلومه که تو خودتو نکشتی، ولی ما میخواییم بدونیم قضیه چیه. این بچه ها برای چی این حرفا رو میزنن؟ چراش برین از خودشون بپرسین؟ چرا خیر منو چسبیدین؟ اگه اینجوریه که منم میگم این خانم دیروز خودشو کشته، بگیرین و سینچیمش کنیم ببینین قضیه چیه. نه والا. وا به من چی کار داری آقا؟ چیه به شما برخورد؟ ببین ما چی میکشیم. گوش کن اسقر آقا، ما میخواییم خونتو بگردیم، میشه؟ بله. برای چی؟ اونش دیگه به خودمون مربوطه. نه خیر نمیشه. اگه اجازه ندی فردا با حکم دادستانی میایم و دم به ساعت موی دماغت میشیم. حالا چی میگی؟ اگه میتونین حکم دادستانی بگیرید، اگه میتونین بگردی، اگه میتونین حکم جلب من بگیری، هر کاری از دستتون برمیاد کوتاهی نکنی. حالا ما داریم از اینجا میریم، اگه میتونین جلومو بگیرید. ای چرا جلوشو نمیگیریم؟ داره میره. بو چی میدی؟ سلام. سلام. نه خبر دی؟ کی نبرا پولیس گرفتی؟ سلام. چیزی جواب جا نمی‌کنین که؟ نه بابا، همه چیزو مثل روز اولت به تحویل میدین. چند روز میمونین؟ 3-4 روز بابا جون. شاید هم یه هفته. اوه، یه هفته. روزی چقدر باش تهی کردی؟ روزی 2000 تومان. بیا پدر جان، این مال 5 روز، اگه بیشترم شد بیا بگی. چش. اصلا اینجا به درد شما چی میخورم؟ شما چی کاره ای؟ یه برو باشم، برو بخورم. یا علی داری چی کار میکنی؟ بیا کنار بینم بابا، میخوام همه چیز خراب کنی. میخوام ببینم اینجا به خونه اسقر کوپک مشرفه یا نه. لا اله الا الله، تو فکر میکنی این دوتا بابا گوریه؟ نمیبینم، کلی گشتم تا اینجا رو پیدا کردم. از اینجا دو طرف خونه معلومه، از رو پشت بومم جلو در خونه رو میشنیدید.
الو. سلام. سلام بی سلام. بچه رو سوار کردی؟ بله. مشکلی که پیش نیومد؟ اگه مشکلی هم پیش بیاد خودمون میتونیم حلش کنیم. دست بردار بابا، امروز اصلا نمیشه با تو حرف زد. گوشی بده به داداشم. داداشت اینجا نیست. کجا رفته؟ رفته دنبال مجوز دادستانی. ای پس میخواییم بگردیم. حالا دیگه خانم پای تلفن. گوشه بده به مادر عیسی. با شما کار دارم. الو. سلام علیکم جناب سرگرد، احوال شما؟ خوبم خیلی ممنون. میگم عزیزم تو سر کار نمیری یه وقت دردسر درست نشه. نه ناراحت نباشین، جناب سروان همین الان اجازه‌مو از رئیسم گرفتن. نمیدونین چه حالی شده بود، قر که نزد هیچی، کلی هم به احترام گذاشت. خب پس مشکلی پیش نمیاد؟ از این بابت نه، مشکل این کبرا بود که ننش اجازه نمیداد تنها بیاد. خب پس چی کار کردی؟ هیچی، هر دوتاشون آوردیم. الان مادر دختر هر دو اینجا هم. کلی حال میکنن که تو ماشین پلیس نشستن. سلام منو برسون. سلامت باشی. جناب سرگرد سلام میرسونم. کدوم جناب سرگرد؟ خانم جناب سروان. بده من گوشی رو. الو. سلام خانم، احوال شما؟ قربون شما، خیلی ممنون. میگم خانم کاشکی دستور میدادین جناب سروان این مردی که اسقر کوفک رو میگرفت و میکرد تو لفتونی، خیال همه ما رو راحت میکردین. تو فکر میکنی با گرفتن اون همه چی تموم میشه؟ آره والا، این که آزاده میترسم یه بلایی سر بچم بیاره. دیشب بعد از اینکه شهادت داد بد جوری بهش نگاه میکرد. نه فکر نمیکنم، اون الان بیشتر از شما ترسیده. با این حال گوشی بده به جناب سروان تا من بگم به توضیح بده. چشم، خداحافظ. الو. الو، میگم شوخیای تو کار خودشو کرد. از من میخواد که پارتی بازی کنم، به شما دستور بدم که اسقر کوپک رو دستگیر کنی و قال قضیه رو بکنی. شما بفرمایید، اطاعت میشه. فقط یه کاری کن که یه جوری توضیح بده که متوجه بشن. اینکه احساس میکنن ازشون سوء استفاده شده منو خیلی ناراحت میکنه. ناراحتی نداره خانم، این روش همیشگی شماست. الان 11 سال بنده درست در همین شرایط هستم. ای بابا، تو هم معلوم نیست امروز از کدوم دنده بلند شدی. تو هم معلوم نیست واسه چی اینقدر بی‌معرفت شدی. به جون تو گرفتارم، اینجا کلی کار دارم. باشه، ما هم به موقعش گرفتار میشیم. ببین یه کاری کن، همچی که به وجودم احتیاج داشتی یه زنگ بزن، زود خودمو میرسونم. باشه. رینگ رینگ. الو الو، خودتو برسون. خوبه؟ خیلی خوب. باشه. عجب آدم بدپیله‌ای هستی. الان خودم میرسونم. حالا شدی جناب سرگرد خودم. الو الو، میگم یه 15-20 نیرو هم با خودت بیار. نیرو؟ نیرو واسه چی؟ تو بیار، برای چیش با من. خیلی خوب، اونم به چشم. خداحافظ. خداحافظ. بله بله، چه خبره؟ مگه سر رو بردی؟ بم بیا. چیه؟ بازم یه شاهد تازه آوردی؟ نه، یه نامه تازه آوردم. دیشب خودت نذاشتی بگردیم، حالا بنده یه نامه از دادستانی آوردم. سواد داری؟ بخونش. بچه برین داخل. سریتر. کجا؟ بری تو. اینا کجا میرن؟ سریتر. دنبال چی میخواییم بگردیم؟ جسد، آلت قتاله، اسلحه،
وسایلی که به درد آدمای خلافکاری مثل تو میخوره. از تعبس ازت شکایت میکنم جناب سروان. نمیذارم آقا خوش از جلوت پایین بره. شب و روز موی دماغت میشم همونطور که تو موی دماغ ما شدی. خیلی خوبه. منتظرم. بچه همه جا رو خوب بگردین. این دیوارا رو هم امتحان بکنید. دیوار دیگه برای چی؟ شاید توش جنازه باشه. تا حالا نشنیدی؟ نه والا. ولی ما شنیدیم. هم شنیدیم هم دیدیم. سرگروبان این باغچه رو بکنین. خوب بکنینش. چه؟ دنبال چی میگردی؟ چی؟ مقداد یک، مقداد یک، مقداد یک بگوشم. ما الان تو خونه هستیم. داریم نگردین؟ مثلا یارو در چه حالیه؟ هیچی بابا، این خیالش هم نیست، فقط هارتو پورت میکنه. پس چیزی دستگیرتون نمیشه؟ از این بابت که مطمئن بودم. حالا بذار ببینم چی کار میکنم دیگه. تو الان کجایی؟ تو رام دارم میرم پرف پارک. خیلی خوب، پس با هم در تماسی دیگه. باشه تمام. بیشتر بکن. اطاعت. بیشتر بکن شاید به آب برسی. بسم الله. نوشه جان باز چه خبر شده اسقر آقا؟ چیزی نیست آقا جون، چیزی نیست، خبری نیست. شما بفرما پایین. اگه چیزی نیست این همه مأمور اینجا چی میخواد؟ دنبال فضولای محل میگشتن که حالا پیدا کردن. خودشون میرن. بفرما. کاش که دنبال عرازل و اوباش محل میگشتن، اون وقت زودتر پیدا میکردن. برو پایین ابجی، نظر چاکیدنم و واکنم ها. مثلا چی میخوای بگی؟ بیکاری خانم، یه کاری نکن که بوگجند همه جا رو برداره. باری کلا پسر مشغولم زپرتی، تو هم راه افتادی. باشه به هم میرسی. باشه. بگه من چی گفتم اسخر آقا؟ خیالت راحت شد؟ فهمیدی ما اینجا جسد مسد نداریم؟ بفرما یه پیاله چای بخور. بفرما. بیا درست بشین دیگه.
راحتی به شما نیومده؟ خوبه، تکیه بر جای بزرگان کار ما نی. راست راستی که خوب اسمی برات گذاشته، اصغر کپک، اصغر سیه. چشت به آدم میفته میخوای پرپاچه بگیری، نمیذاری کسی دو کلم باده اختلاط بکنه. آقا مرد حسابی، ما دیشب میخواستیم مثل دو تا بچه آدم چند تا سوال دوستانه ازت بکنه، اما تو پرید یه پرپاچه ما رو گرفتی. سوال دوستانه شما اینجوریه؟ قتل، قاتل، اسلحه، جرم، جنایت، به اینا میگین دوستانه؟ خب آره دیگه، ما پلیسیم، این کارمونه. پس میخواستی چی کار رو کنه؟ مثلا بیام در مورد بستنی و آب و هوا و این قطار تهران خرمشهر با هم دیگه حرف بزنیم؟ شو زنی شده خود من نمون تو خاک. تو این لباسا رو برای تازه خریدم. جانم سرگور پیداش کردم، بیار اینجا ببینم. اینا ما پوکه حق با تو بوده، اصغر اینجا بوده، اصلا هم داشته. پس چطور خودش نمارده؟ اون اسلحه رو گذاشت تو دهنش رو شلیک کرد، مگه نه کبرا؟ آره آتیشم داشت. آتیش؟ راست میگه. ببینم ماشین اسخر کجا بود؟ همینجا. اینجا. این موتور رو اینجا برداری سرگروبان، اون ماشین رو بردار بذار اینجا. بخور بابا یخ جد. حالا یه سوال دوستانه ازت بکنه، از رفقای قدیمت این روزا کدوماشون دیدی؟ رفقای قدیمی؟ آره تازیکی ها؟ آره مثلا کی تا حالا؟ همین یکی دو ماهه. جدی میبرسی؟ آره جعفر پسر حاج غلام دو ماه پیش دیدم، تازه از زندون برگشته بود، کلی با هم خوشبش کردیم و یاد قدیمه افتادیم. بهرام فرید هم دیدم، تبعید بود چند سال، برگشته بود. اون وقت بچه تیری بود، دست به زنش حرف نداشت، ولی حالا دیگه گیوهی به پاش نمونده بود. دیگه کی بود؟ حسین ننه خدیجه هم تونسته بود از شاکیش رضایت بگیر و بعد چند سال آفتابی بشه، چه که بی‌محل میکشید. همیشه رو رضا خدا چند تا دست چک تو جیبش بود، میکشید. اوورت اوورت آرسی به من مطربو نگفتم، رفت تو ترکیه واسه کار، برگشته میگه قراره تو این هتل موتلا بزنه و بخونه. میذارم گمان نکنم. دیگه کی بود؟ عباس پسر محمد آقا رو برات نگفتم، اونم دیدم برگشته بود و سکفت نفت ننش، شهرستون کار میکنه، خدا رحمتش کنه. پس یه بازم بگم، آخه چیو میخوای؟ از خانوما. خانوما چطور؟ این موضوع کسی رو نهیدی؟ خانوما؟ آره کسی که پای فرارش لبراغ و دست بزنش هم همچین رو به راه باشه.
باری گرفتی جناب سروان؟ سر به سرم میذاری؟ دیگه از ما گذشته؟ باشه سرگروبان. بله جناب سروان. به بچه ها بگو را بیافتن بری. اتا بچه ها بیاد بری. خدافظ. خدافظ. بازم تشریف بیارید. ببینم این دفعه اگه خواستم بیام بازم نامه دادستانی بیارم یا این که دیگه لازم نیست؟ بیاری بد نیست، کار از محکم کاری اب نمی کنه. بیارم. خدافظ. خدافظ. شما برگردیم پایی دارم. خدا میخوام از دست تو خودم بکشم. پیمسته شما کجا قایم شده بودین؟ پشت اون سنگا. همه برین اون بالا. شما هم برین اون بالا. تو هم برو اون بالا. ایسا جان درسته؟ اصغر همینجا واسده بود مگه نه؟ آره. حالا همتون خوب با دقت نگاه کنید. درسته؟ از کجا فهمیدی؟ بچه ها گفتن آتیش دیدن. اگه موقع شلیک اصلا رو تو دهنش گذاشته بود آتیش دیده نمیشد. همه سوارشین. واسه چی همچین نمایشی رو راه انداخته؟ معلوم نیست. ممکنه میخواسته اینجوری عیسی رو برگردونه. ممکنه هم از میخواسته واقعا خودشو بکشه. ولی آخرین لحظه ترسیده.
صدایی میشنوی؟ نه قربان. این صدای خرخره مال چیه؟ مال سومیه. پارازیت داره برطرفش میکنه. این چرا اینجوریه؟ عباس بلاست؟ بله قربان. عباس؟ عباس؟ بگوشم یه دست به سیمات بزن، تصویرت خیلی بده. اتحاد جناب سربان. بهتر شد جناب سربان؟ آها، حالا بهتر شد. مقدار دو، مقدار یک. بگوشم. چه خبر؟ کار گذاشتیم، نشستیم، منتظریم. کار میکنه؟ بله، اونم چه کاری؟ هم صدا، هم تصویر؟ هم صدا، هم تصویر. سمعی بصریه. داری یاد میگیری یا جناب سروان؟ چه کار کنیم دیگه؟ استعداده، خدادادیه، به بعضی هم میده، به بعضی هم نمیده. کارش هم نمیشه که. تو در چه حالی؟ توپه توپه. حالا دیگه همه چی روشن شد. بچه ها راست میگن. اصغر مثل سگ دروغ میگه. بچسب که همه پدر سوختگی ها زیر سر اونه. دارمش. شما چه کار میکنی؟ من و جناب سرگرد داریم بچه ها رو میرسونیم. خیلی خوب، یه سری هم به ما بزنی. جناب سرمان تلفن داره زنگ میزنه. مثل که نمیشنوه. حالا شنید، راه افتاد. داریش؟ آره، صدای پاشو میشنوم. اومدش دو اتاق. تلفن رو ضبط کن. بله. یه دقیقه بیا، کارت دارم. الو، من صدای تلفن رو نداشتم. من داشتم، صدای یه زن بود، گفت یه دقیقه بیا اینجا کارت دارم، بعدش هم قطع کرد. فقط همین؟ بله قربان. بذار من گوش کنم. بده شما. یه دقیقه بیا کارت دارم. باید خودش باشه. ناتاشا. خدا نگهدار. خدا. 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 خدا حافظ. مقداد یک، مقداد دو. مقداد دو، بگوشم. تو الان کجایی؟ جلو خونه بچه ها، الان پیاده شدم. منم جناب سرگرد رو میرسونم کلانتری و میام پیش تو. لازم نیست، سوژه داره راه میفته. خودتو برسون، سرگردم با خود درد بیار. راه افتاده؟ میخواد راه بیفته. به این زودی تماس گرفت؟ خودتو برسون. تمام.
چیه؟ چی شده؟ یه جلو کارت دارم. حرفتو بزن، چی کار داری؟ چیه؟ میترسی؟ آخر عمرشی گرفتاری شدیم. بیا کمک کن سر این چاهو برداریم. برداریم برای چی؟ یه صداهایی میشنوم، گمونم یارو هنوز زنده باشه. چه حرفی بی خود میزنی؟ بعد سه روز؟ دیشب تا صبح ناله میکرد، نمیذاش بخوابم. حالا یه نگاه که ضرر نداره، بیا کمک کن، میخوام مطمئن شم. ای بچم دیگه، من دیگه دل جرات این کارا رو ندارم. یه وقتی پس افتادم. به دلت کاری ندارم، زور بازو تو میخوام. دیگه زور بازویی برای من نمونده. پس چی شد اون از خرکوپک معروف که از دیوار راست بالا میرفت؟ از چنگ و دندونش خون میچکید، امون مردم یه محله رو بریده بود. از اون آدم همین پوست و استخون مونده که یه باشم لبه گوره. نه گمون نکنم، یعنی باور نمی کنم. فیلم مرده و زندهش صد تومنه، خودت گفتی، یادت نیست؟ شما همون از خرکوپکی هستی که بودی. خبری نیست. چرا؟ پاشو بیا اینجا. گوش کن، میشنوی؟ نه والا، من که چیزی نمیشنوم. سرتو بیار جلو، نمیمیری که. بیا گوش کن. چیزی نمیشنوم. چی شده؟ تو همون بی‌معرفت نامردی هستی که این سگ غافلگیر دوست و دشمن نمیشناسی، همه رو گاز میگیری. برات هم فرق نمیکنه طرف کیه. یه روز من و برادرمو با لگد از در خونه انداختی بیرون و نادر رو به کشتن دادی. حالا میخوای منو بفرستی گلت دار؟ حالا یه گوله تو مغزت خالی میکنم میفرستم تو پایین عبدالله، اونجا با هم جفتک چار کش بازی کنیم. سبکو ببینم آخه چی شده؟ اون مامورا دنبال چی بود؟ دنبال مواد میگردم. مگه تو کار موادم هستی؟ نه نیستم، ولی اونا اینجوری خیال میکردن. راستشو بگو، اونا دنبال چی بودن؟ چی میخواستن؟ حرف بزن. اون پایین هنوز یه جایی دیگه واسه یه نفر دیگه هست، مگه نه؟ میگی نیست؟ روش من تو کار اینه که حرف بزنم انجام میدم. الانم دارم میگم حرف نزنی کشتمت. یه بار دیگه ازت میپرسم، اونا دنبال چی میگشتن؟ برم کن.